بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. این میلاد خجسته را خدمت حضار محترم سروران گرامی برادران عزیز خواهران محترم تبریک عرض میکنم. انعقاد این مجالس عمل به اون آیه شریف است که مزد رسالت پیغمبر اکرم است: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة في القربى. از شما اجری نمیخوام مگر این که به قربای من محبت بورزید و سعی ما این باشه انشاءالله که روز به روز بر محبت ما نسبت به آل محمد افزوده بشه و این سرمایه گرانقدر رو برای خودمون و فرزندانمون حفظ بکنیم که اگر حفظ بشود دین ما حفظ می شود، اسلام ما و قرآن ما حفظ می شود، چنان که در آیه بعد می فرماید قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. اونچه که من از اجر و مزد از شما سلام علیکم سوال کردم این نه برای خود من است، برای خود شماست، یعنی منفعتش حاصل خودتون میشه. اگر محبت به قربا داشته باشید منفعتش برگشتش به شماست. این بساطی که الان در دنیا شما میبینید به نام اسلام، به نام دین، خشنترین افعال رو به جا میارن به نام دین، ریشه یابی وقتی بشه همین یک نکته است و این نکته این که محبت به قربا اینها ندارن. اون کسی که آدم میکشد به نام دین، اون کسی که خانه مردم رو خراب میکنه به نام دین، اون کسی که افراد را تعرض میکنه، اهانت میکنه، کتک میزنه و امثال اینها به نام دین، اینها همه کسانی هستن که محبت به قربا ندارن و اگر ادعایی هم میکنن دروغ میگن. محبتی که به اونهایی که مأمور نیستن داشته باشن، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، اینها کسانی نیستند که ما مأمور به محبت اونها باشیم. محبتی که به اینها دارند اون محبت را یک صدمش را نسبت به فاطمه زهرا ندارند، یک صدمش را نسبت به حسنین سیده شباب اهل الجنه ندارند و این نکته انحراف اونها از در خانه اهل بیت و کسی که فاصله بگیره منجر به این مسائل میشه. محال کسی در مکتب اهل بیت باشه و دچار این انحرافات و احتجاجات بشه.
پس پیغمبر اکرم وقتی میفرماید، یعنی قرآن میفرماید، کلام خداست که مزد رسالت را، اجر رسالت را محبت قرار داده، میبینیم چقدر مهمه این روز. به چشممون میبینیم اثرش را، این اثر بارزش را. و کسانی که در این وادی باشن، اینها معمولا عاقبت به خیرن، در وادی اهل بیت و محبت نسبت به اهل بیت. وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها، شخصیت عظیم القدریست که از همون بد و تولدشون که پیغمبر اکرم مثل چنین روزی در سفر بودن، پنجم جماد الاولا، حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین فرمودن که سم هذه المولوده، شما اسم بگذارید برای دخترمون، تعارف کردن. ایشان فرمودن که ما کنت لأسبق رسول الله و کان فی سفر، من سبقت نمیگیرم بر رسول خدا. بذارید ایشان تشریف بیارن، نام دخترمون را ایشان بگذارن، خاتم النبیین بگذارن. وقتی پیغمبر اکرم برگشت، قنداقی حضرت زینب را خدمت ایشان بردن، در آغوش گرفت، فرمود علی جان چی نام گذاشتی؟ عرض کردم که یا رسول الله ما سبقت نگرفتیم بر شما، شما هر اسمی که صلاح میدانید. و اینم خودش یک درس. البته اسم رو پدر مادر اینها میگذارن درسته، ولی احترام به بزرگترها و یک لاقل استمزاجی از اونها، الان دیگه این چیزها تمام شده. پدر مادر جرأت نمیکنه حتی یه پیشنهادی بده، شما دخالت نکنید دیگه، این خانم هرچی دلش میخواد دیگه، عرض میشد این آقا دیگه احترام به بزرگترها و احترام به پدر بزرگ و مادر بزرگ و اینها دیگه قدیمی شده. علی حال پیغمبر اکرم فرمود شما بر من سبقت نگرفتید، من هم بر خدا سبقت نمیگیرم. اسمی ایشون رو خدا تعیین کند. جبرئیل نازل شد، الحق يقرؤك السلام و يخصك بالتحیت والاکرام، خدا به تو سلام میرساند. خدا میفرماید علی برای تو به منزله هارون برای موسی است. چنان که در مورد نامگذاری امام حسن و نامگذاری سید الشهدا چنین شد که نام از طرف خدا آمد، این نام هم از طرف خدا آمد که نام این دختر را زینب بگذارید. زینب، زینب یعنی زینت اب، برخلاف اون چی که حالا قدیمی ها الان جدیدی ها نمیدونم، قدیمی ها گفتن زینب، ها اسم دختر زینب نذاری ستم کش میشه، زینب بذاری مصیبت زده میشه، زینب بذاری اینا حرفای مزخرفات بعضن که میگفتن. بله زینب یعنی زینت اب، امیر المؤمنین زینت عالمین است، زینب کبرا زینت پدره، اونقدر بزرگواره که پیغمبر اکرم البته این معنا رو فرموده. اینم یک وجه باز مشترک بین ایشان و برادرشون سید الشهدا است که در تولد امام حسین گریه کردند، در تولد حضرت زینب هم گریه کردند. فرمود من بکا علی مصصم اخبره به ماجرا علیها من المصائب، سپس
جبرئیل خبر داد به پیغمبر از اونچه که از مصائب بر ایشون در آینده اتفاق میفته. بعد پیغمبر اکرم گریستن و فرمودن کسی که بر مصائب این دختر گریه کند مثل کسی که بر مصائب برادرانش الحسن و الحسین گریسته است. و این روایت معروفی است. اسماء ایشان مهمشون زینب کبراست و کنیهشون مختلفه، تا 49 کنیه برای ایشون و لقب برای ایشون ذکر کردن. القاب ایشون، یکی از القابشون عقیلتون نساء، عقیله به ایشون میگفتن. عقیله یعنی بانویی که خیلی عقل وافری داره، صاحب عقل زیاد و صاحب فکر عمیق معروف بود ایشان. از القاب دیگه عابدت و آل علی، آل علی یکیشون زین العابدینه که اینا در عبادت چه بودن. حضرت زینب سلام الله علیها چه آورده در باب عبادت که لقب عابده آل علی گرفته. عابده آل علی، نماز ایشون، تهجد ایشون، مناجاتی که داشت، به حدی که شما ببینید در شب عرض می شود که عاشورا و در روز عاشورا امام حسین علیه السلام وقتی با ایشون ملاقات هایی داشتن، خداحافظی در اون خداحافظی اخیر فرمودن لا تنسینی فی نافلت اللیل، ما رو در نماز شبت یادت نره. یعنی امام حسین که در میدان میره به ایشون التماس دعا، نماز شب چه نماز شبی بوده. امام زین العابدین میفرماد عمه ما همیشه نمازهاش ایستاده میخوند، نشسته و کار نبود، ولو خسته بود چه فریضه چه نافله، نافله ها رو ایستاده میخوند. دو جا دیدم من ایشون نافلهشو نشسته خوند، یکی در شام قریبان در اون روز عاشورا و اون مصائبی که دیده بود و اون مصیبت ها، و بعد از ظهرم که خیمه ها رو آتش زده بودن و مسئولیت جمع آوری زن ها کودکان، اون شب دیدم که ایشون نشسته نمازش. یکی از شب ها بین راه شام که ایشون دیدم در نافلش رو نشسته میخونه. فلذا از ایشون سوال کردم، امام علیه السلام میفرمد که عمه جان برای چی نشسته؟ فرمود که پاهام قوتی نداره، لکسرت الجوع. فرمود 3 روز است که غذا نخورده. یکی قرص نان میدادن به اسرا برای ایشون سهمیش نگه میداشت. این بچه ها که بهانه می گرفتن لقمه می کرد و دهن بچه ها می گذاشت غذای خودشو. 3 روز غذا نخوردم. الزازان ما هم طاقت قوت نداره که ایستاده. اینه که لقب یافت عابدت و آل علی، کیفیت و کمیت عبادتش با اون معرفتی که داشت. لقب دیگری ایشان عالمتون غیر معلمه، این عبارتی است که امام معصوم به ایشون میفرماید، امام زین العابدین، ان امتی انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه، یعنی عالم به علم لدنی، علم خاص، علم اشراق الی القلب. علم معمولا تحصیلی است، انسان میخواد به علمی برسه باید بره بالاخره در مکتبی پیش استادی مطالعه کنه، درس بخونه، بیاموزه. عالم
عرض می شود که تعلیم بده. علم لدنی علمی است که از راه اشراق بر قلب می شود و افاضه من الله. اون لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اینه، نه اینکه کسی بگه که آقا روایت داریم که لازم نیست کثرت تعلیم و تعلم باشه، خدا میره. نه، او یک اشراقات و افاضات خاصه. کسی به هر جا بخواد برسه، علوم ظاهری باید بره زحمت بکشه، درس بخونه، مدرسه بره، دبیرستان بره، دانشگاه بره. او یک چیز دیگری است، این علم چیز دیگری است. افاضه از راه طهارت و از راه اخلاص و طهارت قلب و ظرف دل به مرحله ای میرسه که مورد اشراق انوار معرفت الهی میشه. انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه. این از القاب ایشان. و لذا از نظر علمی هم علم اکتسابی داشتن هم علم لدنی. علم اکتسابیشون از کی بود؟ از پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین، از مادر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. فلذا ایشون جزو محدثین بودن، از محدثین روایات و احادیث اهل بیت بودن. مرحوم شیخ صدوق در مشیخه خودش میگه اون چی که از روایات من در من لایحضر نقل کردم از فاطمه زهرا، تمام اینها منتهی میشه به سند نقل او به زینب کبرا سلام الله علیها که ناقل ایشان هستن، ایشون نقل میکنن، محدثه بودن. و در تفسیر که کلاس تفسیر داشتن در زمان امیرالمومنین در کوفه تفسیر قرآن میگفتن برای خانمها، کلاس احکام داشتن، احکام میگفتن. در بعد از امیرالمومنین هم در زمان امام حسن، بعد از ایشون در زمان امام حسین، بعد از ایشون در زمان زین العابدین علیه السلام، این برنامه ادامه داشته. لذا نائبت الحسین از القاب ایشون هست. و عرض می شود که از نظر علمی، از نظر شجاعت به مقامی رسیده. خب روایات زیاده، حالا از اهل سنت بگیم یک مقداری راحت تره. ابن عسیر در اسط القابه فی معرفت الصحابه، وقتی یک یک وقتی میرسه به حضرت زینب، میگه و کلامها عند یزید تدل على قوة قلب و جناح. کلامیشون در مجلس یزید، مجلسی که هر واردی وقتی میامد اونجا ابهت اون مجلس میگرفت او را، خدا رحمت کنه آقای آیت الله مطهری رو، فرمودن که مجلس جوری بوده که از نظر ساختمان، خب بنای کاخ او 7 تالار یکی داخل دیگری تا میرسید به اون تالار هفتم که خود او جلوس داشت، و چه بنایی و چه کرسی هایی و چه صندلی هایی و لباس های فاخری که اینا پوشیده بودن، مقامات لشکری کشوری که هر بینندهی وقتی می اومد جا کجا رسه به کسانی که اسیرن وارد شدن، با دست بسته و کت بسته وارد شدن. ایشون اینجوری اسیرن وارد شده، نه به عنوان دعوت مهمان. مهمان ها خودشون رو می باختن، چه برسه کسی که اسیر وارد شد. به حالت اسارت وارد این کاخ شده، وارد اون مجلس شده که چنین شخصیت هایی و چنین برنامه. یزید هم نشسته روی تخت سلطنتش
و این عبارتش و اینی لأستسغر قدرک، یعنی همه عبارت ها مطالب زیاده. خطبه حضرت زینب در مجلس یزید رو ببینید، این عبارتش واقعا قوقاییه. و اینی لأستسغر قدرک یعنی من تو رو خیلی کوچک میبینم، خیلی در نظر من حقیری. کسی چنین جرأتی در چنان مجلسی در مقابل چنین طاغوتی، خیلی تو رو کوچک میبینم، خیلی تو در نظر من پستی. میگه این قدرت هم تو کسی نیست. مرحوم اردوغادی در اون اشعاری که داره وقتی میخواد بیان کنه حضرت زینب را، خوبیم عرض میشد، گرچه ایرانی بود ولی متبحر در ادبیات عرب بود، مرحوم علامه امینی القدیر رو که نوشت به ایشون میداد جد جد که عرض میشود که ویرایشش کنه نسبت به لغت، چون آقای امینی هم ترک بود، عربی که نوشته بود به ایشون میداد که عبارات عربی القدیر رو تنظیم بکنه. ایشون میگه او ان فی قاب الامامت لبدتن لزعیرها عنت الوجوه تهییبا. خیلی زیبا میگه. مصرعش میگه که وقتی او خطبه میخوند، خطبه خوندنش در اون مجلس مثل شیری که در بیشه امامت قرش میکنه. شیر خب میدونید از نظر ادبیات، در همه ادبیات ها اینجوریست، در ادبیات فارسی عربی حیوان محترمی است. وقتی میخوان مثال بزنن قدرت را، شجاعت را، به شیر مثال میزنن. حتی از نظر عربی خیلی دقیق تر از فارسی است. حیوانی رو که شیر دریده باشه با حیوانی که گرگ دریده باشه لغتش فرق میکنه. میگه افترسه الاسد، اما اگر ذئب باشه میگه اختفته ذئب، نمیگه افترسه ذئب، درید او را شیر، اما نمیگه افترسه ذئب گرگ، میگه اختفته. اینا یه نکاتیست که حالا توضیحش خودش یه در 20 دقیقه شرح میخواد. میگه این شیر قرش های مختلفی داره، صداهای مختلفی از این حیوان بلند میشه. یکی از قرش هاش بشه که زعیر، زعیر اون قرش خاصیست که شیر وقتی اون قرش رو میکنه حمله پشت سرش دیگه حتمیه. گاهی نشسته یه قرشی داره، گاهی دل دور میزنه یه قرشی داره، گاهی میخواد حمله کنه یه قرشی، اون قرشی که بعدش حمله است میگه زعیر. لغت عرب خیلی دقیقه، برای هر حالتی لغتی داره. میگه او ان فی قاب الامامه، در بیشه امامت، زعیری یعنی اون قرشی که حمله از پشتش از این شیر، دختر شیر بنت اسد الله، اونچنان قرش میکرد در مجلس یزید که همه از هیبت او سر تسلیم و تعظیم فرو آورده بودن از دشمنان. او ان فی قاب الامامت لبدتن لزعیرها عنت الوجوه تهییبا. این القاب حضرت زینب سلام الله علیها، و عرض میشد هر کدوم از این لقب ها شرحش خودش یک داستان، و عرض میشود که و مقام ایشان به قدری است که اولا امین امانت های الهی است، مثل حنوتی که جبریل از بهشت آورده بود برای رسول خدا،
و نصف کرده بودن، نصف رو از این حنوت رو گذاشته بودن برای امیرالمومنین. این حنوت پیش کی بود؟ پیش زینب بود. امام حسن علیه السلام وقتی میخواست پدرش رو حنوت کنه در بعد از غسل، از حضرت زینب طلب کرد اون حنوتی که پیش شما امانت بود، اون حنوت رو بیارید که پدرم رو حنوت کنم. حافظ اسرار الهی و علوم الهی و امانات الهی و نائب چند امام و چنین شخصیتی که امام حسین میگه، راوی میگه که کان یقرأ القرآن، حضرت داشت قرآن میخوند، حضرت زینب وارد شد، فوضع القرآن علی الارض و قام لها اجلاله، قرآن رو بست امام حسین رو زمین گذاشت، تمام قد بلند شد برای احترام زینب کبرا سلام الله علیها. نه اینکه یک احترام برادر به خواهرش باشه، احترام امام، امام معصوم. نظر ما اینه، عقیده ما اینه، کلماتش، حرکاتش و سکناتش از روی عصمت حساب شده است، کتره ای نیست. کار امام، فعل امام، کلام امام، عمل امام، تقریر امام و مطالب زیاده. خدا رو قسم میدیم به حقیقت محمد، آل محمد، ما رو قدردان وجود زینب کبرا سلام الله علیها قرار بده، ما رو مشمول شفاعت ایشون قرار بده و توفیق زیارت قبر مطهرشون رو با انشاءالله از بین رفتن این گروه دواعش و گروه عرض می شود که وحوش، تعبیر بهتر، انشاءالله خداوند توفیق زیارت قبرشون رو نصیب همه ما بگردن و ایشان حاجت زیاد میدن. کسی که حاجتی داره امشب دست خالی نرید. مجلس، مجلس مهمیست، مجلسیست که به نام حضرت زینب سلام الله علیه. من چند ساعتی بیشتر نیست از سفر اومدم، دلم نیومد که در مجلس حضرت زینب شرکت نکنم، خیلی خسته بودم، ولیکن گفتم باید حتماً شرکت کنم. انشاءالله با نیت آمدم، همه شما هم نیت کنید در خانه کریمه اهل بیت، دختر امیرالمؤمنین نائبت الزهرا سلام الله علیها، و انشاءالله حوائج همه ما به برکت اون بزرگوار برآورده به خیر بشه انشاءالله. کائنات افتاده، کائنات افتاده دام علی، خضر خب لب تشنه جام علی، نام مولا زینت عرش است اگر، نام زینب زینت نام علی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق زينب كبرى نائبة الزهراء. يا الله
یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. خدایا ما را بیامرز، والدین ما را بیامرز، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما کفایت فرما، قلب مقدس امام زمان از ما راضی بفرما، از سائل باس فرج بر اندام نازنینش بفوشان، حوائج این جمع را به حقیقت زینب کبرا برآورده به خیر بگردان، جوانان ما در پناه امام زمان از خطرات آخر الزمان مسون و محفوظ بفرما، مرزا اونایی که مد نظرن منظورین حاضرین در جلسه همه را به حقیقت حضرت زینب شفا عنایت بفرما، ثوابی از این مجلسمون لسار روح گذشتگانمون در گذشتگان از این جمع عابد و واصل بفرما به نبی و آله. الفاتحه مع السلامه.